تو گیر و دار داستان توتنخامون یه اسمی بود که هی تکرار و تکرار و تکرار میشد. آقای هاوارد کارتر، کسی که مقبره رو کشف کرده بود، 10 سال گشته بود، تمام زیر و بمهای اون دشت پادشاهان، دره پادشاهان رو میشناخت و بالاخره تونست شاه بزرگ توتنخامون رو پیدا کنه. من برای خودم از این آدم یه قهرمان ساخته بودم، قهرمانی که می جنگید، تلاش می کرد و بالاخره به اون چیزی که می خواست می رسید. حالا تو سال 2022 یه نتایجی پیدا شده که میگه هاوارد یه قهرمان نیست، یه دزده. این اومده بود احتمالاً یه چیزایی رو از مقبره توتنخامون کش رفته بود، پیدا کرده بود زودتر چیزایی که میخواست و بدون اینکه کسی بفهمه برش داشته بود. این قضیه فقط هم مربوط به هاوارد نمیشد، گویا ما در مورد خیلی کسا این قهرمان سازی رو انجام دادیم. سلام، من جواد آزادی هم. بعد از 1 ماه داره این ویدیو رکورد میشه. ما خسته ایم، غم داریم، ناراحتیم، اینترنت نداریم، راه ارتباطی وجود نداره، ولی با تمام این غم و خستگی و اندوه تصمیم گرفتیم که کار کنیم. کار میکنیم در مورد چیزایی که به دردمون میخوره و مهمه که بتونیم. دونستن مبارزه با جهل چیزیه که همیشه 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 باید انجامش بدیم. تو سال 1947 یه بابایی به اسم آلفرد لوکاس که کسی که کارگر فصلی بود توی این برنامه‌های پیدا کردن مومیایی، گفتش که کاشف بزرگ مقبره توتنخامون قبل از اینکه توتنخامون پیدا بشه، قبل از اینکه مهر و موم مقبره رو باز کنه، روز قبلش رفته مقبره رو باز کرده، چیزایی که می‌خواسته رو برداشته و بعد دوباره مقبره رو بسته که بقیه بیان. ایده این بود که یه چند روزی باید صبر میکردن که حامی مالی این برنامه، کسی که پول داده بود که توتنخامون پیدا بشه، بیاد، بعد با وجود اون، با حضور اون، با یه افتخاری، یه شتاوتی بهش، در مقبره رو باز کنن و بگن که ایول دمت گرم، خوب کاری کردی، به ما پول دادی. ولی اون کارگره میگفتش که این قبل از اون اتفاق این مقبره رو باز کرده. منتها کسی حرف کاشف بزرگ مصر رو نمیذاره کنار حرفه کارگر بیچاره رو باور کنه و هیچ کس به اون قضیه توجهی نکرد. منتها کارتر که مرد، رفتن خونش رو نگاه کردن، انحصار بررسی کردن ببینن چی مونده، چی نمونده، چی هست، چی نیست. دیدن که بله، یه سری وسیله از مصر باستان هست، بله اینا احتمالاً از مقبره توتنخامونه. آدم آوردن، آدم متخصص آوردن، بررسی کردید که بله، واقعاً استاد کارتر یه سری وسیله ها از جمله اون طلسم پادشاهان رو از مقبره توتنخامون دزدیده. این وسایل بعداً از موزه نیویورک سر در آورد. ببینید، یه خود توضیح بدم. ایده این بود که وقتی مقبره پیدا شد، یه سری ناظر مصری باشن اونجا نگاه کنن، چون بالاخره این وسایل وسایلیه که برای مصر، مربوط به مصر، باید توی موزه ملی مصر نگهداری بشه. ولی اووردن، برداشتن و الان اون وسایل از موزه نیویورک سر در آورده. یه بابایی، لرد کارناروان، که دستیار کارتر بود و بعد از اون سفرم مرد به دلیل اینکه دوچار یک عفونتی شد. خیلی ها میگفتن که این آقای کارناروان دوچار نفرین پادشاهان شده، همینم بود که مقبره رو باز کرد. میگفتن کسی که مقبره رو باز کنه نفرین پادشاهان میگیرتش. حالا کاری نداریم، جای دیگه من این بحثو کردم، میتونید احتمالا اینجا ببینیدش و برید و اون ویدیو رو هم ببینید. ولی نکته این بود که میگفتن قبل از این که مقبره به صورت رسمی باز بشه، این امریکایی‌ها رفته بودن داخل، چیزایی که به دردشون میخورد رو دیده بودن، جدا کرده بودن، برداشته بودن و اصلا همینم باعث یه سری آسیب به مقبره شده بود. آسیبایی که بعدن وقتی مقبره کشف شد و بردن تو موزه و دیدنش، گفتن کی آسیب زده؟ گفتن احتمالاً
طبیعت یا دزدایی که اون کارو کردن. یعنی ما همیشه نباید اعتماد کنیم به اون کاشفامون، به اون آدمای بزرگمون. و من مثل همیشه دوباره اشتباه کرده بودم و تو ذهن خودم یه دونه قهرمان الکی ساخته بودم. من جواد آزادی‌ام. ممنون که درک میکنید و میفهمید که ما چرا داریم ادامه میدیم. ما باید ادامه بدیم، باید بیشتر بدونیم، باید تجربه آدمای مختلف رو بیشتر درک کنیم و در مورد علم بیشتر حرف بزنیم. من جواد آزادی‌ام. این یکی از ویدیوهای پادکست اگزونه. ممنون که نگاه کردید.